در این جلسه با موضوع تاثیر سن، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و موضوع دین بر آسیب‌های اجتماعی در خدمت شما هستم. بحث آسیب های اجتماعی و رفتارهای انحرافی یک موضوع نسبی هستش که در همه گروه ها به یک شکل اتفاق نمیافته. اگر بخوایم به تحلیل موضوع سن در بروز رفتارهای انحرافی صحبت کنیم، اول باید بیایم دوران زندگی یک فرد رو به سه دسته اصلی تقسیم کنیم. دوران کودکی، دوران نوجوانی و جوانی و دوران بزرگسالی. دوران کودکی که از بدو تولد هست تا 11 سالگی یا 12 سالگی دورانی هستش که در اون افراد نیاز به مراقبت دارن اگر این مراقبت به درستی اتفاق نیفته و یا بحث تربیت به درستی اتفاق نیفته باعث میشه که همون فرد قربانی بشه و یا اینکه از طرف دیگه باعث بروز رفتارهای انحرافی در اون فرد بشه اگر بخوایم از مهمترین آسیبهای دوران کودکی صحبت کنیم میتونیم به کودک‌آزاری اشاره کنیم و یا اینکه کودکان گاهی اوقات در اون دوران برای تامین مخارج زندگی خودشون دست به سرقت چیپوری میزنن یا گاهی اوقات هم به ولگردی مشغول هستن مرحله بعدی از دوران زندگی افراد دوران نوجوانی و جوانی هست دوره نوجوانی دورانی هست که بعد از دوران کودکی میاد یعنی تقریبا بعد از 11 یا 12 سالگی در این دوران افراد سرشار از هیجان هستند و پیوستن به گروه همسالان در این دوران به اوج خودش میرسه بعد از دوران نوجوانی دوران جوانی هستش دوره ای هستش که سراسر شور و هیجان هستش و بعضی از اون به عنوان دوران شورش یاد میکنن تو این دوران آسیب ها و مشکلات خاص خودش وجود داره به طور مثال دختران در سنین نوجوانی یا جوانی اگر درگیر مسائل عاطفی بشن و در کنار اون با مشکلات اقتصادی مواجه باشن احتمال داره که از منزل فرار کنن احتمال داره که ترک تحصیل کنن و یا اینکه دست به خودکشی یا خودسوزی بزنند به طور کلی بروز رفتارهای پرخاشگرانه در دوران نوجوانی و دوران جوانی به اوج خودش میرسه دوره بعدی که در زندگی هر فردی رخ میده دوره بزرگسالی هستش که تقریبا بعد از 45 سالگی هستش در این دوران دیگه از اون هیجانها ها و تمایلات دوره جوانی و نوجوانی خیلی خبری نیستش تو این دوران اگر افراد دست به جرم و یا رفتارهای انحرافی بزنن بیشتر شامل در واقع قاچاق مواد مخدر، سرقت و یا رفتارهایی مثل قتل هستش. بعد از سن میتونیم در مورد تاثیر تحصیلات بر رفتارهای انحرافی صحبت کنیم. رفتارهای انحرافی بین افراد تحصیل کرده و افرادی که تحصیلات پایینی دارند متفاوت هستش این تفاوت هم در نوع رفتارها دیده میشه و هم در آمار رفتارهای انحرافی دیده میشه طی بررسی هایی که از افراد یا کسایی که مجرم هستش یا رفتارهای انحرافی انجام دادن صورت گرفته مشخص شده که بیشتر اونها تحصیلات پایینی دارند و علتش این هستش که این افراد که تحصیلات پایینی دارند که شبکه روابطشون هم خاص خودشون هست یعنی با افرادی در ارتباط هستن که شبیه خودشون هستش مهارت های اجتماعی کافی ندارن در مواقعی که بحرانی تو زندگیشون بروز میکنه نمیتونن اون بحران رو مدیریت کنن و یا تخصص شغلی مناسبی ندارن و همه این عوامل این فرد رو به سمت در واقع رفتارهای انحرافی سوق میده در مورد نوع رفتارهای انحرافی هم تفاوت زیادی وجود داره. به طور مثال جرایم رایانه ای بین افراد تحصیل کرده بیشتر دیده میشه چرا که تخصص لازم رو دارن و اگر در شرایطی قرار بگیرن که در تأمین نیازهای اقتصادی با مشکل مواجه بشن دست به این گونه جرایم زنن. بعد از موضوع تحصیل به پایگاه اجتماعی اقتصادی افراد میرسیم در جلسات گذشته گفتیم که نوع جرایمی که توسط افراد عادی جامعه صورت میگیره با جرایمی که توسط یق سفیدان یا رجال سیاسی کشور صورت میگیره تفاوت خیلی زیادی وجود داره هم در نوع اون رفتارهای انحرافی و جرایمی که صورت میگیره و هم در شدت و وسعت اون جرایم موضوع بعدی موضوع تاثیر دین و رفتارهای انحرافی هستش در پژوهش هایی که صورت گرفته در مورد دینداری افراد نتایج جالبی به دست اومده افرادی که دیندار هستند و یا در واقع اعتقادات مذهبی و دینی قوی دارند احتمال اینکه رفتارهای انحرافی از خودشون بروز بدن کمتر هستش و برعکس افرادی که اعتقادات مذهبی قوی ندارند از اونجا که وجدان قوی ندارند در معرض بروز رفتارهای انحرافی قرار دارند پس متوجه شدیم که موضوعاتی مثل دینداری مثل سن تحصیلات و پایگاه اجتماعی اقتصادی بر نوع و همچنین آمار رفتارهای انحرافی تاثیرگذار هستش ممنونم از همراهی شما